به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم خیلی خوشحالم که بعد از یک وقفه کوتاه مدت مجدد این فرصت رو پیدا کردم که در خدمت شما باشم با گفتگویی که با یکی از بهترین و پیشکسوترین فعالین رسانه‌ای قبل از انقلاب دارم قطعا دوستانی که مجلات جوانان رو در دوران پیش از انقلاب دنبال میکردن با نام و همینطور با نام و چهره آقای هوشنگ حسینی آشنا هستن امروز من این افتخار رو دارم که با این بزرگ مرد عرصه رسانه گفته داشته باشم آقای حسینی عزیز خیلی خوشحالم که میبینم اتون. بسیار به بنده افتخار دادین که توی این برنامه حضور پیدا کردیم لطف دارید شما منم خوشحالم که چنین دعوتی ازم شده آمدم خدمتون انشالله بتونم مطالبی گوی بگم که برای بیننده شما قابل به حساب شنیدن باشه بله قطعا و همینطور. بی جد وقتشون تلف نشده اختیار داریم قطعا همینطور خواهد بود برای شروع میریم به سراغ بیوگرافی شما جناب حسینی شما بفرمایید که متولد چه سالی هستین البته اگر مایل هستین و همینطور بچه کدوم محله کدوم شهر به چه شک دوره کودکیتون گذشت تا برسیم وارد ساله اصلی تر برنامه بشیم من اگر چشمم نزنن متولد 1118 هستم بعد بچه که بودیم متولد خیابان چهارراه سلسبیل اونجا به دنیا آمدیم که همش بیابون بود خاطرات بسیار زیادی از همون دوران بچگی داریم چون به قول معروف از همون طفولیت و دوران دبیرستان و اینها عاشق کار بازیگری و هنر و سینما و اینها بودیم و بلی. به یه خاطرات هم تلخ هم شیرین از اون دوران برای ما باقی مونده نمیدونم حالا این صحبتی بکنم زاید نباشه من یادمه که موقعی که ما مثلا هنوز نوجوان بودیم و تازه میخواستیم به سن جوانی برسیم منزلمون که همون چهار سال سبیل بود یک دونه ساختمون جلوی ما نبود به طوری که ما موقع بازی هواپیما هایی که تو فرودگاه مهرآباد میشست بله. تماشا میکردیم یادم قشنگ حتی یادم مثلا یک بار با بچه ها داشتیم بازی میکردیم نگاه کردیم یه هواپیما داره دور ازش بلند میشه گفتیم بچه ها این هواپیما میخواد سقوط کنه آقا همینم هم شد دیدیم یه چیزی ازش رها شد دویدیم و رفتیم تو همون بیابون میابونا دیدیم یه در هواپیما بود بله. سغ... افتاده بود اینا دونم چجور بود که جنسش آلمینیوم بود مثل اینکه ما چهارشنبه سوریا اگه یادتون باشه آلمینیوم میذاشتن توی آتش چرخون و میچرخوندیم شعله ازش بالا میشون این دره را تیکه تیکه کردیم بین بچه ها قسمت کردیم برای چهارشنبه سوری این که خاطرات همون دورانه مدرس... این مربوط به دهه 20 میشه یا اینجا وارد دهه سی شده بودی؟ خب من اون موقع میتونم بگم که دوره دبستان هم بود مثلا اون دهه بیست شمس آره، آره دوره دبستان بود و جالب این که چیز نداشتیم یعنی مدرسه ما باغ باقشاه بود تا چاره سلسبیل بسیار فاصله است اونهایی اونایی که اون منطقه رو بشناسن میدونن من چه میگم و تمام شما از من یه بچه کلاس اول ابتدایی ناچار بودم این فاصله رو برم تقلیلا ده تا سگ جلومون می اومد چاه بود خطر بود ولی با همه اینا خب می رفتیم اولین جایی هم که ما آشنا شدیم با استخر و نمیدونم سینما و اینا باغ گلستانی بود که در سرای سرسبیل اون باغشا ها اونجا بودش اینا خاطراتی بود که از زمان بچگی که یادتون هست اولین فیلمی که در سینما دیدین چه فیلمی بود و حالا کدوم سینما حقیقتش نه، نمیتونم اسم ببرم چون یادم نمیاد، نمیدونم ولی یادمه که سینما میدون حسناباد، بله. سینما میهن بود که الان شده ابزار و بله چیزها بله. میفروشن لولا و این چیزها شده دلسته. و جالبه که اونجا سالن تابستونی هم داشت افا. و ما بیشتر فیلم ها رو میرفتم سینما میهن میدیدیم یا چار لشکر اونجا بله. چیز همون بله خیابون حافظی که مدی پایین سینما جهان که شعر ساخته بودن مشعلا کمان سینما جهان امیر ارسلان اون موقع این شعر ما میخوندیم یعنی فیلم, فیلم, امیر ارسلان رو نمایش میداد و شما این شعر رو ساخته آره می گفتیم امیر ارسلان مشعلا کمان سینما جهان این شعر رو ساخته بودیم بند. چون یادمه که مشعلا کمان که الان صحبت شد یکی از بود که خاطرش همچنان باقی برای ما دوست داشتیم نایست. و من یادمه که اکثرا پیاده میمدیم یعنی من میرفتیم سینما میهن با پیاده میمدیم زه منیری هم یادمه میرفتیم اگر یادتون باشه فیلم بود دیگه فیلم های حلقه ای بودش میفروختن فیلم ما اون موقع تاق یا جفت بازی میکردیم یعنی میرفتیم فیلم رو میگفتیم فیلم هایی که راشه که به درد نمیخود و خارج کرده بودن از فیلم اینا رو میفروختن ما ما میخریدیم بعد مثلا با دوستان کنیم تاق یا جوف اگه درست میگم این دوتا فیلم ها مال اون بود آها. بعد آلبوم داشتیم توی این آلبوم اون فیلم ها رو این عکس که سراخ میکنیم از چهار طرف فیلم رو میذاشتیم توی چیز عشقمون مثلا بازیامون این بودش که پس یه شیتن... بازیاتون هم هنری بودش بله <laughs> <laughs> البته شیطنت هم در کنارش داشتیم مثلا یادمه که برای اولین بار بود که زنگ در اخبار اومده بود یعنی الان بعد که ما داریم تصویر میبینیم آیفون و اینا یکی از شیطنت همون بود که بنامی زنگ میزدیم فرار میکردیم یا مثلا بایم با سنیم یه آقای من بودم آقا دست ما نمیرسه به این زنگ اون میزد تا میزد صاف و ما فرار میکرد میگفت این بابا رو گیر میدخیم از این کارها فکر میکنم خیلی از بچه ها در طفولیتشون شد انجام الان به طور کلی انقدر بچه ها, بچه ها دیگه بیرون نیستن اکثرشون داخل همینی میخوام بگم قدیم من یادمه که انقدر ما بازی میکردیم که مادر یا پدر میمدم کنم نهار نمیخوای بخوری شام نمیخوای بخوری از کوچه ما رو الان عکس شده بچه ها میرن تو اتاق در اتاق ها اون قدیم میگفتن که میکنم تو اتاق درم قفل میکنم ها حالا خود بچه ها در قفل میکنن که پدر مادرم باید تختخت کنه <applause> وارد اتاقشون چون سرشون با کامپیوتر و این تبلت و این چیزا گرمه به طور کلی من میدونم که شما در دوره ای از تحصیلتون فکر میکنم دوره دبیرستان با آقای بهروز وسوقی هم کلاسی بودیم و اصولا هم محلی هم فکر میکنم بودیم چون بله ایشون هم نزدیک بودیم دیگه بله اون بله. چادر وسوق بودن ایشون صدای باغشا اول بودن بعد اومدن چادر وسوق بعد دبیرستان بابک و بامداد و اینها با هم به اتفاق بودیم بود. البته بهروز وسوقی یکی از دوستانمون بود بود آقای منوچهر اسماعیلی بود بله, بله آقای حسین معمارزاده بود که تو فیلم های بروسلی تمام فیلم آقای محمد آفرین بود آقای فریبرز صالح بود کارگردان مم. با فیلم سفیر اولین بار ساخت یعنی ما این چیپ بودیم دوستا آقای منشر اسماعیلی قبل از اینکه وارد دوبله بشه مدرسه بابک ما بودیم من شدم رئیس اداره نمایشات و روزنامه دیواری داشتیم که توی رئیس اداره نمایشات خود مدرسه در خود مدرسه در خود مدرسه اون موقع روزنامه های دیواری داشتیم خبر می نوشتیم و چاپ میکنیم خبرهای مدرسه رو می یعنی از همون موقع عشق مطبوعات و نوشتن در ما پیدا شد آقای منچر اسماعیلی از همون موقع هم صدای خوبی داشت و صبح قبل از اینکه وارد کلاس ما بشیم قرآن می خوند باید. آره قرآن میخوند و ما نمایش های گذاشتیم این نمایش های ما انقدر سر و صدا کرد که استان فرهنگ یادم چه در خود چیز بودش پارک شهر خیابون شمالی پارک شهر استان فرهنگ اون موقع اونجا بود عکس های ما رو مثلا زده بودن و ما رو دعوت میکردن برای مدارس دیگه ما تالار فرهنگ بله. چندین نمایشنامه و تاعت گذاشتیم که خب لازم شد اکساش هست میبینید شما بهروز و وسوقی بود منچر اسماعیلی بود اینا با هم تاعت بازی کردیم و میشه گفت از همونجا این کار در ما شکل گرفت متاق خب هیچ وقت من تصور نمی کردم که ما که انقدر بودیم یه روزی آقای بسوقی میشه چهره تاپ استوره سینما ایران یا منچهره اسماعیلی میشه استوره دوبله همینطور خدا بیاموز حسین ممادزاده فوت شده آقای محمد آفرین فوت شده آقای فریوز ساله فوت شده این دوستای ما بودن که مام اینطوری حالا یه سوال اون زمان توی دوران مدرسه درس کدومتون بهتر بود؟ واسه کدوم بهتر؟ درس درست کدوم یکی از شما عزیزان بهتر بود؟ من والا خود من همیشه همه ساله قبول شدم فقط ششم دبیرستان درست توی امتحانات پدرم فوت شد بله. اصلا نرفتم دیگه بله تنها سالی که اصلا مدرسه نرفتی بله اون یک سال مدرسه نرفتی نه امتحانات شرکت نکردم بله. یعنی فوت پدر با امتحانات آخر سال چیز شد مصادف شد بله. مراسم اعزاداری و اینها دیگه ما اصلا سر جلسات نرفتم و ناچار شدم شیشم رو تکرار کنم به حساب یه سال دیگه آقای بخونم آقای ها میشه گفت یکی بودش من نمره ها و نمیدونم چیزها رو که میدیدی معدل و اینها فکر نمیکنم یکی بر یکی عرجه بودش همینطوری چون ببینید ما حالا زمانی که آقای بهروز وسوقی وارد عرصه حرفه‌ای سینما شدن و همینطور آقای اسماعیلی ما چهره های بسیار با پرستیج و جدی از این دو عزیز به یاد داریم من میخوام بدونم که اینا در دوره که هم که همکلاسی شما بودن شیطنتی داشتن یا این جدیت در اون مقطع سنی هم باهاشون بود آقای منچر اسماعیلی که الان هم همون حالت رو حفظ کرده سنگین و رنگین و فه. شیطنت نداشت و خانوادهشونم هم خب خیلی محسوب بودم اونجا مسجد لولاگر نزدیکمون بود که اعزان میگفتن و اینا و خب منو شده کسایی بود که زودتر از هر کدوم ما رفت سراغ دوبله و حتی میشه گفت دست بهروزم گرفت و آقای هم بود در کار دوبله منتها منم خ... گفتم چون به کار نوشتن اینا خیلی علاقه بودم حتی همون موقع من یادم معلم داشت درس میداد من اینجا زیر یاد داشتم نمایشنامه می نوشتم آه. آره تاعت. مثلا نمایشنامه داشتیم به نام ماجرای اتاق که یک فصل تابستون و شلوغ و یه آدمی یک اتاق رو به چند نفر اجاره میده و این تیپ های مختلف که جاهل بود و یه دونه نمیدونم نم آدم به حساب تریاکی بود و اینا همه شب میان با سر یه تخت خواب با همدیگه برای خوابیدن آخر پیش میندازن که مثلا دو ساعت دو ساعت بخوابن اما آقا آقای آقای معمارزاده رفیق ما نقش اون موقع ما میگفتیم سوسول جیگول و اینا بازی میکرد هنر پیشه بود شب مثلا نوبت من خوابیده بودم این میخواد نواتات رو چیز کنه بازیگر بود پروبلم بعد اون نقش دزمونا دزمونا ها, دزمون ها کداست؟ اوتلو رو بازی میکنه میاد من رو تو خواب از این مثلا بره. ولی خب خیلی استقبال میشد من یادم تالار فرهنگ که بهترین تالار ایران بود نمیدونم در خیابون حافظ و بله. اون بله. دبیرستان یا استادیوم سابق محمد نصیری استادیومش بود اینا سه شب ما اونجا گذاشتیم دبیرستان فیروسکویی مدرسه فیروسکویی تاعت گذاشتیم یعنی دعوت میشد از ما که تاعت رو بریم این طرف اون طرف و خوشبختانه دوران خوبی بودش خاطرات خوبی ازش باقی بعد این نوشتن نمایشنامه برگرفته از مطالعه نمایشنامه هم بود یا اینکه نه مثلا به صورت خلاقانه یه متنی رو خودتون می نوشت. نه میشه گفت یه مقدار برداشت می شد مثلا یه جایی جایی یا من سه تا نمایشنامه رو اون تیکه های کمدی رو میگرفتی مثلا یه نمایشنامه مثلا عشق جنایتکارا نمیدونم از این چیزا یعنی مطالعه داشتین اون موقع آره مطالعه داشتیم مثلا چیزی که میخوندیم یا جایی نمایشنامه دیده بودم میگفتم این تیکش مثلا خوبه متا ارتباط دادن اینها پشت سر هم کردنش خب یه بل. کاری میخواست که آدم بتونه بل. ردیف کنه آره نمایشنامه های بودش استقبال خیلی خوبی هم شد الان مثلا آقای منچر اسماعیلی من خب باش بازی کردیم با بهروز که خیلی بازی میکردیم حتی یادم یکی از خاطراتمون تو یک همین نمایشنامه ماجرای اتاق اسمشو گذاشته بودیم اینو بهروز رو نقش یه دونه بازاری و بهش داده بودیم از این حاجی بازاری ها که به حساب عین شب نشینی در جام خدا بیامرز عزت الله بوسوق بازی کردش یه همچون تیپی بهش ساخته بودیم براش که تماع و این اتاق ب... ریشی سویله اون موقع ما گیریم هم خودمون میکردیم گیریم اون چیزی نداشتیم چه کارای که الان هم نگاه میکنم نم گیریم ها خیلی دیدنیه یعنی مشکلی توش نیم منطقه به روز بوسوقی ما براش ریش ها اینها گذاشته بودیم نمایشنامه تموم شد و تالار فرهنگم هم بودیم نمایشنامه تموم شد و من داشتم می اومدم و خب خسته نباشید و تشکر و چیزا پشت سن شد یا من هم به گفت همین کار تموم شد داریم میرید چون داشت ریشش رو ما موقع این ریش رو با نفت پاک میکردیم یعنی با چیز این چسبیده بود ریشش کنده میخواست بکنه اذیت داشت میشد گفت خب همین کار تموم شد داری می باید باید داریم میری بعد پایست شدیم. این هم پشت سنه به یادم هم نمیده همیشه من یه توپا رو اومد که خدمتتون ارز کنم که با حسینی اون موقع یعنی توی همون دوره نوجوانی خودتون حالا به عنوان یک دوست که در, در کنار شاهد فعالیت هنری آقای وسوقی بود ضمن که حالا با هم دیگه هم نمایش های مشترک داشتین شما خودتون به شخص این استعداد و توانایی رو در آقای در حوزه بازیگری دیده بودین یعنی بله بله یعنی من اصلا معتقدم بازیگری خوانندگی هنر نقاشی اصلا به طور کلی هفت هنر اصلی بلید. تا مایش رو کسی نداشته باشه شدنی نیست من یه موردی حالا اینجا بگم خدمتون شما ببینید ما دیدیم که بعضی ها پسر فلان کارگردان هستن میان مثلا تو کار سینما اینا این اگر استعداد نداشته باشه خواه ناخواه با یه فیلم دو تا فیلم که حالا اینون حالا اسم نمیخوام ببرم در سینمای خودمون هم الان داریم پدر بسیار سرشناس بسیار فیلم های خوبی داشتیم ولی پسرش آمد و ما دیدیم که نتونست چهره بشه <تصفح> اونطور که باید شد یا دوستان ولی باید مایش رو داشته باشن صدا همینطور اگر کسی صدای خوب نداشته باشه ممکنه نمیدونم آهنگ کمکش کنه شعر کمکش کنه تشکیلات رو نمیدونم گروه باله و اینا همه رو کمک بگیره و ولی اگر مایه نداشته باشه صدا نداشته باشه با دو تا سه تا آهنگ فراموش میشه بله. همینطور ما زمینه های مختلف هنری ایا. باید مایه داشت اونم از تو درونه بله. ذات آدم باید آره باید داشته باشه اینا شما الان به زندگی خیلی از هنرمندان مراجعه کنیم اینی از همون سالهای بچه گتوفولیت یه رگاه های دیده شده دقیقه. در کارشینه خب شما در اواخر دهه سی یعنی فکر میکنم سال سی, و هفت، سی و هشت، وارد حوزه فعالیت شغلیتون شدید که البته مورد علاقتون بود و از دوره نوجوانی هم در مدرسه همونطور که فرمودید این کار رو انجام میدادید یعنی به عنوان یک خبرنگار فعالیتتون رو اون موقع در چه روزنامه شروع کردین؟ موقعی که بعد از تحصیل بعد از پایان تحصیل و ورود به فعالیت بله نید. من بعد از پایان تحصیل کسی رو داشتیم روزنامه اطلاعات شاغل بود و بعد حال به اون ما رفتیم تو خب با نوشتن پشت پاکت و کارهای ابتدایی اون موقع کار خبری نمی کردیم. نه ابتداش نه بعد کم کم همینطوری چیز شد تا اینکه البته میگم در روزنامه اطلاعات من پستای چیز داشتم یعنی غیر کار هنری بود ولی به دلیل همون سابقه ای که در کار هنر داشتم و آشنایی که با هنرمندا از جمله های وسوخی و منچستر داشتم خواه نخواه اولین گفتگومو یادمه که همین مجله جوانان خواستش گفت تو فرستادم با بهروز خیلی آشنایی فلان بهمان بهروزم تازه یادمه که فیلم ته، 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 تهران چیزی بود ساخته با پوری بنای خانم بنایی خداحافظ تهران خداحافظ تهران موقع چیزش بود اوج داشت تازه این اولین مصاحبه چون فیلم خداحافظ تهران مربوط میشه به فکر میکنم اواخر دهه چهل بله این اولین مصاحبه ای بود که برای جوانان گرفتیم درسته بله بله. قبل از اون در روزنامه اطلاع یعنی قبل از اینکه وارد جوانان بشین اصولا فعالیتتون غیر خبری بود یعنی غیر فعالیت به خبرنگار بود درسته دقیقا آه. بعد میگم همون مطلب اولی که نوشتم و گفتگوی اولی که کردم چون رفتم منزلشون و عکس ها و مطلب رو گرفتیم گفتم حتی یادمه که باز هم این عکسش هستش که من یادم فیلم جیمز واند اومده بود و <applause> کیف جیمز واندی شده بود به روز رو من بردمش پشت روزنامه اطلاعات عکسی <applause> هستش که به روز رو روی یک صندلی وایسوندم این کیف جیمز هم گرفتیم دادیم دستش گفتم به روز عکاس رو روز تو ارو صندلی پرش کن بین زمین و آسمون که این رو اکاس ما چند تا عکس گرفت آره ولی همین قشنگ من نشستم پای صندلی رو گرفتم به روز داره میپره عکسش موجوده اه. اینه که از همون موقع خب از این کارا کردیم و افتادیم به قول معروف ادامه دادیم همچنان حالا یه سوالی اون زمان به حال شما توی دوره نوجوانیتون در کنار همدیگه بودی ولی بعد از اینکه به آقای وسوقی به به یک میزان شهرتی دست پیدا کردن میخوام ببینم که رابطه شما دستخوش تغییرات قرار گرفت یعنی ایشون نوع مواجههشون نوع تعاملشون با شما تغییر کرد یا با همون صمیمیت سابق بود یادم نره این در تایید صحبت شما من با بهروز یادمه که اینو که دارم عرض میکنم بهروز در زندگی نامش هم صفحه های اول دوم نوشته بل. با مشا. داشتیم درس حاضر میکردیم امتحانات آخر سال بود جلوی دانشگاه استودیو آژیر فیلم در خیابان گلشن چاره باستان اونجاها بودش بله. ما داشتیم درس حاضر میکردیم یه آقای اومد که گفتش که بچه دوست دارید فیلم بازی کنید ما مثل که کور از خدا چی میخواد دو چشم بینا بله بله اصلا یاد رفت اومدیم درس حاضر کنیم ما رو بعدش بردش استودیو آژیر فیلم فیلم طوفان در شهر ما داشت تهیه میشد بله. آقای خاچیکیان و اینها بودن آقا ما رفتیم من و بهروز و یعنی ما دوتا بودیم دیگه البته با یه دسیای لشکر تو صحنه آتش سوزیش هستیم یعنی موقعی که آرمان اون خونه رو آتش میزنه و فلان اینها ویدا قهربانی بودن ما وای شدیم مثلا کله میکشیم مثلا های. که بهروز به من گفتش که یه روزی به خاچکیان گفتم که آن خاچکیان گفت خیلی دوست دارم تو فیلم من بازی کنی این خود به روز بر من تعریف سالها کرد. بعد از این اتفاق آره بعد بعدا دیگه حالا به روز شهرت پیدا کرده بود گویا خاچکیان بهش میگه دوست دارم تو یکی از فیلم های من بازی کنی به روز میگفت من بهش گفتم که من قبلا های خاچکیان تو فیلم شما بازی کردم گفت کدوم فیلم گفتم تو فاندر شهر ما گفت خاچکیان خیلی راقب شد که اون صحنه که ما توش هستیم ببینه یکی این سحنهش ما بودیم یه صحنه دیگه هم در همون طوفان در شهر ما کافه است که آقای گرشا متوسلانی سپرنیام کارشون از هم شروع کردن این هم توی اون کافه است و یادم نمیره ما خب اون صحنه دیگه کروات و لباس و شیک پوشته بودیم جزو مشتری های کافه بودیم سر میز نشستیم ما اومدیم این میوه ها رو که سر میز بود تکرار میشد صحنه بخوریم که آقا بچه ها بچه های نفتالین بهش زدن <تصفیح> ما دیدیم که راست میگه بو کردیدی به خیار و, میار و که این چون تکرار میشد سحنه دلسته. که اینا های پوست خیار اینا نریزن رو میز یک کم این خاطرات بود که نفتالین زده بودن به چیز بعد آقای گرشو و یا متوسلانی را هم که باز همونجا این اولین کار ما بود یعنی بهروز میشه گفت که اولین سیای لشکر فیلم طوفان در شهر ما این کارو شروع کرد که بعد حالا آره این خاطرات یاد چیار... حالا حالا ارزم این بود که بعد از مدتی که به حال آقای وسوقی در سینما فعالیتشون رو ادامه دادن و خب شما هم در فضای مطبوعات کار می‌کردین با توجه به اینکه در دوره نوجوانیتون با هم خیلی رفیق بودید خیلی صمیمی بودین اصلا همکلاسی بودین روابط ایشون بعد از دوران شهرت تغییر کرد با شما یعنی نوع نگاهش نوع تعاملش با شما چرا؟ عوض شد نه ما البته تا مدت ها خب بهروز اون ویلایی که در شمال داشتش بین چالوس و نوشهر ما که می ساخت خب که کایات پیشش بودیم و, و یادمه که بعد که بهروز فیلم قیصر رو بازی کرد و خب شهرت خوبی به دست آورد و میشه گفت که از سرمایه همون فیلم قیصر هم تونست اون ویلا رو بسازه اینا ما خودمون تو مجله که به اسم اینجا رو قیصریه <applause> که اتفاقا پسندیدم و اون ویلا رو ما دیگه به نام قیصریه میشناختیم <applause> یه ملاقات داشتیم میرفتیم و متا خب بعدها خواه ناخواه نمیشه اون توقعی که اون زمان ما داشتیم یا آدمی که وقتش خیلی تنگه بله. بگم که مثل همون قدیم مشغول بازی و سفر و این طرف و اون طرف بود دیگه یه مقدار کم شد حتی بعد از انقلاب هم که رفتن دیگه ما گاهی اوقات تلفنی تونستیم با هم دیگه صحبت, سفر. کنیم بله. درست. یه نکته دیگه که ما میخوام بگم که فراموش نکنم ما در مجله جوانان آقای مهدی زوکایی بله بله آقای زوکایی و من خب دو قلوهای جوانان معروف بودیم چون اگر همه جای مجلد هم شما نگاه کنی اسم دوتا صدر باید. اون بالای صفحات خورده مهتی زکای اوشنگ و بعد آقای زکای سی سال پیش سی خوده سال پیش رفتش امریکا لس آنجلس حتی داشت میرفت خیلی به من پیشنهاد کرد که بیا فلان خب من شرط هم جوری بود که موندم ایران نرفتم مجله جوانان اونجا منتشر کرد باید. زمانی هم که میخواست این کار رو بکنه چون جوانان اینجا دیگه یه مدت از غلط چیز شده اصلا فراموش شد به بله. حال مروف چون اون تیراژی که اون زمان یه سال یادمه که 500 هزار تا تیراژ در زمانی که یعنی هفتگی هفتگی در زمانی که جمعیت ایران 35 میلیون بود بله. شما از کن 35 میلیون جمعیت 500 هزار تا تیراژ مجله یه رقمیه که غیر با خیلی الان باور نمیم ولی هست سابقش هست من از خودم نمیگم این مطالب رو منظور اینکه که آقای زوکایی که رفت اونجا اجازه گرفت یعنی گفت به من گفت بخوای با آقای اعتمادی صحبت کنم میخوام جوانان گفتم نه با ایشون حرفی نداره که آقای اعتمادی هم تشویقش کرد و بهترین مجلی که الان از زمان انتشار تا حالا یک شماره تعطیلی نداشته درست. هفتگی هم هست حتی باید. این فضای مجازی و این کار هم باعث چیز نشد که مجلت رو تعطیل بکنه و همون سبک و روال جوانان تهران و ایران رو دنبال کرد هنرمندا و اینا بیشتر الان همچنان هنوزم هم قابل انتشاره و اه. اه. البته یه نکته ای رو که ده 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 حمله بر جسارت من نگذارید ولی دوست دارم بیانش بکنم مجلاتی مثل مجله جوانان جزو مجلاتی محسوب می شدن که محتوایی که به مخاطب ارائه می کردن حالا اگر بخوایم با نگاه امروز اونها رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم محتواها نزدیک بود به محتوایی که امروزه به زرد مشهوره آره دقیقا و خب برحال ممکن بود شایعاتی رو منتشر بکنن شما به عنوان یکی از افرادی که به حال نقش موثری در انتشار اون مجله داشتین این شایعات به چه شکل اصلا یعنی به ذهن خودتون خطور میکرد یا یه اخباری رو میشنیدین و سعی میکردین حالا نگاه خودتون رو هم چاشنی اون خبر بکنید منتشر بکنید به چه شکلی حواشی و حالا بعضا شایعات به ذهنتون میرسی؟ خب ببینید خبرنگار خواهنخا این طرف اون طرف در استودیو در مجالس محافل سرگوش آب میده دیگه داید. اینه که شایعات معمولا چه شنیده هاست یعنی میشنیم ولی برای خودمون صد درصد یقین نیستش که آیا اینی که در راجبه ها فلانی میخواد از همسرش جداشه مثلا دلست. ما تا زمانی که جدا نشده که برامون حکم شایعه داره یعنی قطعی نشده ولی خب این رو منعکس می‌کرد آره منعکس میکرد این به شایعات <applause> بعد خیلی به ما گفتن آقا این شایعات شما همش دارید برای به قول شما جلب خواننده و جذب خواننده است در یک چند شماره اون پشت سر هم این شایعاتی که به حقیقت پیوسته بود جنبه واقعی گرفته بود چه دیدیم آقا این شایعه است این شایعه این شایه. اینا مثلا ما نوشته بودیم این دوتا میخوان هم جدا جدا شدن بله فلانی رو فلانی دست به یخه شده بود بله کارشون به کلانتری کشیده این هم شون مثلا درست این به این طریق شایعاتمون که ولی خب بعضی شایعات هم بود که در حد شایعه باقی میموندش درست حالا یا مثلا مسایل حل و فصل می شده به اون فکری که ما می کردیم پیدا نمی کرد ببینید حالا صحبت از شایعات شد و در کنار اون رفاقت شما با آقای وسوقی میرسید به یک نقطه به یک مقطعی که تقریبا همزمان هست با اوج فعالیت های شما در جوانان یعنی مثلا سال 1350 51 شاید خب یه شایعه ای در بین خود هنرمندان و همینطور بعضا بین جامعه پیچید که آقای وسوقی و خانم اشرف پهلوی روابط پنهانی دارن حتی در سالهای اخیر با مصاحبه هایی که صورت میگیره با برخی از هنرمندان قدیمی اونها تایید میکنن گرچه که خب خود آقای وسوقی طی یه صحبتی یه مصاحبه که چند سال قبل داشتن گفتن که این یک شایعه بوده و هرگز چنین با. ارتباطی وجود نداشته ولی خب هستن افرادی که همچنان معتقدن که این ارتباط بوده و ضمن اینکه این افرادی هم که این هنرمندایی هم که من دارم راجع بهشون صحبت میکنم در پروژه های زیادی با آقای وسوقی همبازی بودن باله. از جمله حالا خانم شهرزاد که خانم کبرا سعیدی هست اسم بله. و ایشون گفته بودن که این ارتباط وجود داره خب خانم کتایون چند سال پیش مصاحبه ای داشتن و کاملا اشاره کردن به این ارتباط و همینطور آقای محمود قربانی هم که در لس آنجلس چندین بار در ارتباط به اون ارتباط کذایی صحبت کردن و اصولا این بحث طلاق خودشون از خانم گوگوش و اینکه حالا آقای وسوقی با خانم گوگوش ارتباطی رو برقرار کردن که منجر به ازدواج شد این رو گذاشتن به حساب هدیه‌ای که خانم اشرف پهلوی به آقای وسوقی داده بله حالا من میخوام از شما به عنوان یه فعال رسانه در اون دوره که بسیار سرتون شلوغ بود و در معرض اخبار بودین بپرسم که شما این موضوع رو تا چه اندازه صحت سه و سقمش رو تایید میکنید یعنی با اشرف اه. یا اصلا به طور کلی با شایعات مختلف نه حالا مثلا در, در, این مورد خاص ارتباط ایشون با خانم اشرف پهلوی بالا من فکر میکنم که این مسئله در زمانی که خب حکومت حاکم بود به قول معروف حتی نوشتن اینها یه مقدار سقیل بود یعنی بله. کسی نمیتونست خانواده شاه و یا خانواده بهروز در خود کتابش خاطراتش هم می مثل هر آدم هنرمند و مشهوری چهره های به قول دوست دارن با اینا بشینن و عکسی داشته باشن مطلبی داشته باشن همطور که ما داریم میبینیم من یه بار دیدم که هم چندی پیش مثلا و یه مسئولین سینمایی ما رفتن مثلا دیدن آقای اکبر گلپا بل. باش عکس گرفتن و این بر اون چاپ کردن آن گلپا و دیگران درست. حتی زمان گلپا رو من گفتم بابا جون این آدم میگه اجازه بدید من بخونم عکس من چاپ بشه با این اون که درد یا, یا اومدید به تولد من مثلا کادو آوادی نه اون دوست داشتش که دوباره بهش اجازه خوندن بدن و یعنی آقای فلان مسئول بلند شده با اون عکس بگیره چه دردی جز اینکه که دردش رو تازه تر بکنه که اتفاق دیگه ای اتفاق نمیفته. دیگه نمیفته مثلا خود بهروز الان من یادم افتاد ماجرای بهروز و گوگوش که پیش اومده بود خب اینا سعی میکردن که هیچ وقت حاضر نشدن که مستقیم بیان با مطبوعات در این زمینه مصاحبه کنند فلا اینا بله. حتی بعد منو آی وسوقی داشته فیلم تنگسی رو بازی میکرد در بوشه بله. منو فرستادن از طرف مجله به بوشه بله. گفتن خب تو آشنایی رفقات قدیمی دارید با هم دیگه شاید با تو صحبت بکنه و واقعا من, واقع من بلند شدم رفتم شیراز شیراز عکاسمون بود اون هم هواپیما عوض کردیم رفتیم بوشه رفتم بوشه این به مرضی که من دید گفت اینجا چیکار میکنی تو؟ گفتم گفت اگه غیر از تو بود اینجا میناختمش بیرون ها قید تو رو نیمون بعد بهش گفتم بروز جا من اومدم اینجا این مسئله روزنامه ها و مجلات زیاد دارم می نویسن به من گفتن دست خالی نرو این ماجرای تو با گوش چیه فلان گاهی چی نیستش گفتم چی نیست بنویس که ایشون صفحه خود اون یادداشت مجله جوانان رو گرفته و در حال که داره می که بین ما مسئله نیست و خبری نیست و فلانی ولی خب بود دیگه بله حتی بعد ها هیچ وقت ولی چیز نشد متا اتفاقی افتاده بود یعنی شما خودتون اون موقع به عنوان خبرنگار که رفته بودین میدونستین اتفاقی هست و حالا آقای وسوقی تمایلی به گفتنش نداره بله متا ما گفتیم بذار زبون خودش باشه آها. و حتی صحبت شفاهی هم نپذیرفتیم بله. بنویس و ایشون نوشت در با دستخط خودش چاپ هم شد دستخطش رو اینان چاپ کردیم یه خاطر دیگه از هم ماجرا من بگم قبلش یه بار من بلند شدم همین ماجرا خیلی سر و صدا کرده بود رفتم منزل گوگوش رفتم اونجا صابر آتشین پدر گوگوش اونجا بود گفتم که خانم گوگوش هستش گفت نه نیست یعنی بدون اطلاع قبلی رفتین دم در خونه بله ما میرفتیم گفتم که خانم گوگوش از گفتش نه نه ایمده دیشب گفتم پس من میشینم تا بیاد ما نشستیم و صابر آتشیدم با اون لحجه شیرینش خدا بیا آنزدش گفت چای میخوری فلان و ما نشستیم تلفن زنگ زد تلفن زنگ زد صابر گوشی رو برداشت گفت گوگوش یادش رفت که پنج دقیقه پیش آها من قبلش ازش سال کردم این ماجدای و بیروز چیه فلان اینا گفتش چه خبر بی خودی اینا بشتی شلوغش کردید فلان اینا بعد من دیدم که یوگو بهروز گوگوش بهروزه گفتم پس لو آب دیگه. که یعنی از به قول من به جای که اسم شما رو ببرن که مثلا فلانی آقای حسینی اومده منزه آره یادش به رفت بهروز... یادش رفت که به من نگفته گوگوش خونه نیست, نیست. آها. و بهروز که زنگ زد زن... آها مد... الان متوجه شدم یعنی گوگوش مثلا تو اتاق خودش بوده تو اتاق خودش بهروز بود. زنگ زده بوده به منزه آره به صورت ناخداگاه گوگوش ناخداغ. طبقه بالا بله بله برای اینکه من نرم باهاش گفته گو کنم صحبت کنم گوگوش مثل که سپادره بود <applause> بگید نیستش آره <applause> بگید نیستش بلد. چون من دره که زده بودم من حسینی هستم نه گوگوش فهمیده بود میام به چی میخوام سوال کنم دیگه بلده. به پدر سپادره بود بگو نیست پدرم گفته بود نیست بعد بهروز که زنی زد یادش رفت پنج دقیقه پیش چی گفته خدا بله اینم ولی میگم با همه اینا هیچ وقت هیچ کدومشون مستقیم چیز نکردن که آره حالا یه نکته ما اجازه بدید از این مرحله به بعد یه کمی پرونده پرونده بریم جلو یعنی هنرمندان رو پرونده ای بررسی بکنیم چون اینطور که من متوجه شدم خود مجله هم تقریبا یه همچین نگاهی داشت به هنرمندا زمانی که میخواست حالا هواشی پیرامون زندگیشون رو نشر بده ببینید خب بذارید از قبل از ماجرای گوگو شروع بکنم توی اون مقطع زمانی در تلویزیون هم تحولات گسترده رخ داده بود ضمن که حالا ما در مطبوعات هم شاهد شیوع گسترده نشریات بودیم مجلات زیادی به گیش اضافه شده بود برها تعداد روزنامه ها داشت افزایش پیدا می کرد. و تقریبا میشه می گفتش که توجه مردم معطوف بود به فضایی که یعنی فضای محتوایی که در رسانه ها داره منتشر میشه اون مثلا فکر میکنم سال 48 یا 49 بود که ما با شو تلویزیونی 6 و 8 مواجه شدیم که از ساخته های آقای فرشید رمزی بود یک سری یه تعداد خواننده نوپا بودن که خب از اون جمله آقای داریوش بودن خانم نلی بودن آقای کیوان و افشین و و فکر میکنم آقای اونیک بودن و تعداد دیگری از دوستان ماسیس و اینجا ماسیس نکته که وجود داره اینه که هیچ راشی از برنامه 6 و هشت باقی نمونده و خیلی معتقدن که فرشید رمزی همه ذخیره محتوایش از برنامه 6 و هشت رو آتش زده و از بین برده به اما یه اتفاقی که میفته این هستش که خب من مصاحبه با آقای کیوان داشتم و با دوستان دیگه که در جریان مستقیم اون واقعیت ها بودن کیوان بله, بله. همینطور آقای محجور آقای مسعود محجور هم که به حال از مدیران تولید تلویزیون بودن در اون ایام اینا معتقدن که نقش مجله جوانان در بروز اختلاف بین داریوش و فرشید رمزی که نهایتا منجر به تعطیلی برنامه 6 و و از بین بردن آرشیو اون برنامه توسط فرشید رمزی با عنوان تهیه کننده شد نقش سزایی داشته یعنی میگن داریوش اومده یک درگیری لفظی بین داریوش و با هم داری. و بعد داریوش اومده به مجله نکاتی رو گفته و بعد به نوعی مجله هم به عنوان حامی داریوش اینا رو منتشر کرده و نهایتا منجر به از هم گسستن اون زنجیره آبید. رفاقت بین گروهی بوده که حالا در برنامه 68 فعالیت میکرده خب شما در اون دوره شرایط رو چطور میدیدید واقعیت به چه شکل بود از تا اونجا که من یادم مطالبش هم منعکس شد تو مجلم چاپ شد بین داریوش و به ساعت گروه 6 و یا با فرشید رمزی یه مقدار سر همین مسائل مالی و اینها اختلاف ها افتاد چون میگفتن که اون دستمزدی که نام فرشید باید به فرشید رمزی بده نمیده صحبت های شد و فرشید رمزی برای اینکه این بچه ها رو به اصطلاح خودش ادب بکنه اون گروه 68 و رفت با یه سری چهره های جوان مجدد که فکر کنم اسم برنامه هم تغییر داد شیش و 8 خب ببینید بعد از شیش و ایشون مستقیما وارد پروسه تولید برنامه چشمک شدن دیگه من. خب, خب, خب... چشمک بود آره. که خب چشمک رو خانم گوگوش اجرا میکرد یعنی کلا اصلا فرمت برنامه نه تغییر این کن. که من میگم غیر از خانم گوگوش اینا بچه‌ای بودن که مثلا محسن بود تو شو استودیو 11 رو شما میگی فکر میکنه فکر کنم استودیو 11 خب اون چندین سال بعد از برنامه آره. فرشید رفت که البته اون استودیو 11 نتونست اون موقعیت اون برنامه چشمک یا 68 رو به دست بیاره درست. بعد تعطیل شد بره. خانم فهیمه آموزنده نمیم یه سری اینا بودن که اومدن خوندن و به مدت کوتاهی بودن الان شاید من اسامی بچه ها شاید ده یازده تا چهره جوان آوردش پیش کرد منطقه درونشون البته چاپ شده به مراجعه بشه شاید دقیق تر بتونم به چیز کنم بینشون اختلاف افتاده اینه چیز داریوش اون حتی علیه هم دیگه صحبت هایی کردن در مجله فرشید داجه به اونا چیزهایی گفت داریوش و اینا داجه حالا کیوان خودش چون تو قضیه ده. کار بوده بهتر دعید. مسائل ده. یادشه درسته. میرسیم به خب شما با تعداد خیلی زیادی از خواننده ها بازیگرای سینما مصاحبه داشتین حالا من عکس ها رو دیدم و برای مخاطبینمون هم ما حتما نمایش خواهیم دادین عکس ها رو. خانم کی میگم که ما شما عکس دارید از گفتگوهاتون با هنرمندان ها بله، زیادی بله. از جمله خواننده ها و بازیگران سینما و من حتما برای مخاطبینمون اینها رو نشر میدم یعنی منتشر خواهم کرد عکس های شما. بله ای که وجود داره اینه که جناب حسینی این تعداد زیادی که شما گفتگو داشتین قاعدتاً یک گرایی از شخصیت تک تک این هنرمندان بهتون میده در طول اون سالیان فعالیت من سالم رو اینطوری مطرح میکنم به نظر خودتون تو گفتگوهایی که صورت گرفته اون فردی که گفتگو باهاش خیلی به دل خودتون نشسته یا آدمی بوده که گفتگو کردن باهاش راحت تر بوده بین این هنرمندانی که حالا تو این سالهای اخیر تو اون سالهایی که فعالیت شما بوده بودن کدوم یکی از این چهره ها رو شما ازش نام میبرید؟ ببینید الان یه مقایسه من میخوام بکنم وضع خبرنگاری امروز رو با گذشته ما در گذشته واقعا میشه گفت با همه شاید یک شکل برخود داشتیم و اونها با ما همینطور اکثرا مثلا من یادمه که خب ما یه رستوران در روزنامه اطلاعات به بزرگی داشتیم نه حتی زنگ میزدن فلانی ما امروز دادی نهار میایم پیش شما <applause> برخلاف امروز که واقعا من در جشنواره اینا میبینم و افسوس میخورم و است که بعضی خبرنگارها ایجاد کردن یعنی دنبال هنر پیش خواننده میدوان میدوان که یه عکس مشترک داشته باشن یکی از علتاش میتونم بگم همین فضای مجازیه که هنرمندای امروز اونجوری که ماها رو در گذشته تحویل میگرفتن الان نمیگیرن برا خودشون یه سایتی دارن مطالبشون رو میذارن اکساشون رو و تعداد بینهایت نشریه نشری هست باند. یعنی انقدر اینا واسه روی جلد دعوت میشن و نمیدونم فلان که دیگه خبرنگار براشون اصلا رقمی نیست محبا. و افسوسه یعنی ما خودم الان من یادمه که ماجرای آقای بهروز وسیقی دوست عزیزمون با مرتزا خاکی پیش اومد که عکاس ما بودش مرتزا و گفته شد که بهروز دوربین رو شکنده و ماجراش حتما حالا ماجرا شما تعریف کنید چون ممکنه برخی از مخاطبین ما ندونن ام. اگه ممکنه اصلا ماجرا آره رو تعریف کنید آره میخوام در ارتباط با همین شعن خبرنگار خدمتون بگم ماجرا این بوده که آقای وسوقی به اتفاق آقای جمشید مشایخی و اکیپ فیلم داشتن از سر صحنه می اومدن از شهرستان می اومدن طرف های مثلا شمال بودن مازندران قهوه خونه بین کافر سلام می که استراحت بکنن و چایی بخورن اینها اینو بهروز در کتابش هم آورده البته در خاطرات خودش بعد بر حسب تصادف آقای خاکی عکاس مجله جوانان و روزنامه اطلاعات هم اونجا پیاده میشه بعد این کار یه چشش میفته به اینا خب اینا دور هم نشسته بودن مشغول به حساب چایی و حالا شام و نهار هرچی بودن میگفتن این دوربین شده در میاره عکس بگیره از اینا بهروز بهش اعتراض میکنه میگه نگیر عکس ما الان مثلا در شرایطی هستیم که لزومی نداره شما از ما عکس بگیرین این کارش رو ادامه میده کارش رو ادامه میده خب اون عصبانی میشه به روزان بچه خوی عصبانی <applause> <applause> میشه و میاد اینطور که میگن دوربین ها دست می این میگیره و اینطوری میزنه که آقای درگیر میشه با مرتزا خاکی که حتی مرتزا خاکی من کتک زده و نمیدونم بیمارستان ها این چیزا و بعدم دوربین هم شکنده حالا حرف من سر مطبوعات اون زمانه که میخوام بگم آقا آقای بهروز وسوقی در اوج شهرت کسی که به اصطلاح میگم به اشرف پهلوی هم شده بود و فلان اینها کاری کردن مطبوعات یک صدا یعنی اتحاد مطبوعات میخوام بگم سندیکای مطبوعات همه یک لحظه یک صدا بهروز رو کاتش کردن ای. آی کردن آره بایکوتش کردن و کار به جایی کشید که خب مدت بعدم حتی بعضی مجله ها و روزنامه ها علیهش هم نوشتن آقا تو مثلا یاد رفته که بودیم از طریق مطبوعات شهرت پیدا کردی فلان اینها کاری کردن که آخر بهروز یه روزی جلسه گذاشته شد اومد در روزنامه اطلاعات و با ماتزه خاکی ماچو بوسه کردن اینا ولی الان این خبران نیستش <تصح> الان خبرنگار هیچ مثلا اون جاروازه قدیم و یا اون, اتحا... اون انسجام و اتحاد, اتحاد بین نیستش, نیستش یعنی من الان اگر یک هنرمندی هنر ای حالا بدون دلیلم شده باشه به من توهین بکنه یا من بخوام علیهش بنویسم اون یکی بهم داره از تعریفش رو میکنه یعنی درست متاسفانه اینجوری حالا انجمن منتقدین که منم از تو... دارن به صحبت صحبتهایی میکنن که اتحادی داشته باشن یک صدا باشن و میگم یکی از علتاش همین بودن فضای مجازی و سایت هاست که هنرمند احساس میکنه که به احساس بی نیازی میکنه بی احساس بی میکنه یعنی میگه آقا میخوای بینی نیست اینه که الان نه خبرنگار متاسفانه متاسفانه که ما به حال دورانی رو گذروندیم در این زمینه نداره اون شعن و معذلت و با درسته حالا من البته مجدد اجازه بدین که سال قبلیم رو تکرار بکنم من سالم این بود که خب بین هنرمندانی که شما باهاشون گفتگو کردین طبیعتا برخورد همشون ممکنه که در ظاهر برخورد مناسبی بوده باشه ولی خود خبرنگار در مواجهه با مهمونهای مختلفی که میان و حضور پیدا میکنن در مقابلش بعضی از مهموناشو شاید بیشتر دوست داشته باشه یا با یا توی مصاحبه احساس راحتی بیشتری بکنه بعضی از مهمونا ممکنه که انرژی مثبتی بهش منتقل نکنن و همه اینا رو تک تک ما تجربه کردیم شما که استاد همه ما هستین قاعدتا بیشتر از همه ما میخوام بدونم که بین افرادی که بین هنرمندانی که شما باشون مصاحبه داشتین کدوم مهمونتون بیشتر براتون دلنشین بود یعنی لذت می بردید از گفتگو کردن باهاش والا من عقیدم اینه که گفتن این اسم بردن از شخص بقیه به هر حال یه جوری ما با هم آن یا اون آره نه نه آره. این مثبت میدونید من دارم میگم ولی راحت بودن اگر میگید آره راحت بود. آره. من خب مثلا آقای مشایخی واقعا خب خیلی مثلا جمشید مشایخی باش خیلی راحت بودیم خدا به روز وسوقی خب دیگه خیلی راحت تر بودم که به حالی که با هم شوخیام میکردیم در این گفتگو گو این صحبت ها داریوش همینطور داریوش از کسایی بودش که خیلی خیلی باش من راحت بودم بودن اینه مثلا میتونم همین خود گوگوش مثلا راحت بودیم باش گفتگو گو میکردیم نه با وجود ولی بز... خب بعضی ها بودن که به قول معروف خیلی کتابی و به قول مدف دزانش صاف و صوف بشینن جلو دور نه بیشتر مثلا یه نمونه از اون افرادی که حس میکردین وقتی داره با شما گفتگو میکنه خود واقعیش نیست کیه از افرادی که حالا باشون گفتگو داشت مثلا من داریوش خیلی نه افرادی که عکس قضیه رو دارم سوال میپرسم یعنی یکی از افرادی که مثلا شما به قول خودتون خیلی صاف و صوف و اوتو کشیده اومده بود و اوتو شما... ها خب معمولا کسایی بودن که ما ارتباطشون با اون کمتر بود اه. یعنی اینکه مثلا حالا دری به تخت خودم پیش اومده ما یه گفتگو مثلا در طول آها. چند ماه داشتیم مسلم یه, یه همین هم هست من با کسی که زیاد نشست و برخواست کنم خودمونی ترم تا اینکه با یه آدم یه نکته دیگه من از یادم افتاد از کارایی که مجله جوانان کردیم ما خیلی. یه بار تلفن ما زنگ زد تلفن مجله یه خانواده بودن گفتن که این ما دختری داریم که چیز دکترا ازش قطع امید کردن این آرزوش اینه که گوگوشو ببینه بلد. ازتون خواهش میکنم اگه ممکنه تحتیم ملاقات بدید ما این آخرین خواسته شما مثلا این دختر همیشه سوایم گفتیم باشه من به گوگوش زنگ زدم گفتم به گوگوش یه خانواده دخترشو مریض بیماره خواهش کردن که اگر میشه یه ملاقاتی تو باش بکنیم گوگوش گفت باشه قرار بذار قرار بذار من چیز میکنم میام روز قرار ما گذاشتیم و گوگوش هم اومد و ما رفتیم منزل اون شخص بله. تو دو روز بعد نبینه موقع که ما وارد اتاق شدیم دیدم که یک دختری فقط یه تیکه گوشته نه دست داشت نه پا داشت یه صورت زیبا و همینطوری آه گوگوش تا به مرز اینکه اصلا میخوانم که خیلی متاسس شد ولی گوگوش اصلا عشقش در و گریش گرفتیم بشه دست کشی سر این دختر رو باش گفت زد و صحبت کرد و ما عکاسمون هم تونتون اکسایی گرفتیم اینها بعد دیدیم چه خبری هم هستش خیلی داغ مثلا بفت اتفاقا اون دختر پدرش هم خلبان بود و یه خانواده خیلی محترمی بودن و اینها ولی دخترشون اینطوری بود ما این مطلب رو نوشتیم و تنظیم شد همه کار میخواست به زیر چاپ گروش زنگ زد گفتم به گفتش یه خواهش ازت دارم گفتم چیه گفت اون مطلب و عکس های من همه را بین ببرید گفت آقا چرا این مطلب به این قشنگی داره میرزید چاپ گفت نه اون برای من جنبه تبلیغات پیدا میکنه احا. و ازت خواهش میکنم ما به آقای اعتمادی گفتیم گفت چشم و حتی مثلا یادم مطلب دیگه بود یکی از خواننده ها چون الان در قید حیات من سعی نمیدونم اسمشو ببرم این با خانومش کارشون به جدایی کشیده بود و خانوم شما اومن... چه اول خود اون خاننده با من گفتگو کرد و اینها و حالت اون آبن الان برد. گفتش که خانم من شبانه روز پای میز قماره اصلا زندگی رو به من حرام کرده و به همین دلیل میخوام جدا شم ازش این مطلب چاپ شد خانومه ما رو خواست اونم علیه شوهره نمیدونم این جنسش اینجوریه چش و کوشش می جنبه فلان با کیه با کیه با کیه ما حدود دیدیم یه با شش صفحه مطلب داخ چون اوج شهرت هم بود اون بعدم. خاننده مطلب رو تنظیم کردیم همه کار کردیم دادیم برای چاپ من یه دیدم اون خاننده زنگ زد به ما حالا من جلقه زنگ زد گفتش که ازت خواهش میکنم اون مطلب رو چاپ نکنی یعنی چی؟ تو اون دارجه به تو این همه این چیزها رو گفته گفت میدونم ما دو تا بچه داریم اینا مدرسه میرن آها. این آبرو حیثیت واسه نمیمونه ما که حالا تو چیزه تا به محض اینکه یعنی میخوام بگم گفتم و آقای تومادی گفت باشه اینا حیثیتشونه فلان اینا و مطلب رو ما درآوردیم از زیر چاپ یعنی بود این خاطرات اینجوری بود یا مسئله دیگه ماجرایی که خیلی قشنگه یه خانومی اومد دفتر مجله گفت من مادر داریوشم این منو رها کرده من الان بازم فلانو خوب نیست و این شهرت پیدا کرد و من از بسا پدر این جدا شدم و اینم هم چیز بچه منه آرزوم هم هیچ هم ازش نمیخوام نه پول فلان آرزوم اینه که اینو من ببینمش فقط بیاد یه دفعه دیدنم نا. ما به داریش گفت داریش گفت دروغ میگه همچین چیزی نیستش فلان اینها خب بس اون موقع مادر واقعی داریوش هم در قید حیات بود بله فکر کنم در قید حیات بود چون ولی پیش نیمد ما به داریش گفتیم آه, اه به صحبت کردیم چیکار کنیم گفتیم که بهترین کار اینه که داریوش رو ورش داریم ببریم ببخشید اول گفتش که پدر داریوش منو جدا احبا. کرده از این خانواده و اونا من بچم هم نمی و فلان اینا علیه پدر داریوش سرهنگ اقبالی بودش که به حساب چیز کرد ما گفتیم بهترین کار این که پدر داریوش ببریم خونه خیلی عوض میخوام پدر داریوش سرهنگ بود میگفتن گفتن سر... فکر کنم سرهنگ چون تا جایی که من شنیدم ایشون تو کار ساخت و ساز بودن من سرهنگ حالا به خصوص با توجه به اون وضعیتی که ایشون من نمیدونم ولی من الان یا تو دهنم سعد گفت حالا شاید با کس دیگه ای دادم میشه ولی شما با پدر شهبال و شهرام شپره اونا که سعد این شپره بله بود اون پدرشون شایدم دورست. ولی بعد حالا آقای اقبالی بله آقای اقبالی رو ما ازش خواستیم که یه خانمی معترضه که شما ازش جدا شدی و رهاش کردی و خرجی نمیدی و داریش میخواد ببینی نه ما اینو به عنوان خبرنگار خودمون برداشتیم بردیم خونه یه چیز اون خانم گفتیم خانم یعنی داریوش رو به عنوان خبرنگار با خودتون پدر رو آه پدر داریوش پدر رو که گفت این شوهر من بوده بله که بله. بچه من از این پدر بله. ما به خانم زنگ زدیم گفتیم به خانم ما میاییم چون اکسای خودش که من دادم در قید حیات نیستم و فلان از این گفتیم که ما داریم میایم منزلت میخوام یه گفتگوی دیگه با شما داشته باشیم اونم استقبال کرد پدر رو بردیم و بعد گفتیم که ایشون هم یکی خبرنگار هست ما دیدیم که اصلا نه و نه سعید بعد گفتیم خانم بساطه تا جمع کتر خدا این آقا پدر داریوشه بعد شوهر شما باشه دیگه چطور نمیشناسیش اینا فلان یعنی از این کارهای پلیسی ما یه موقع انجام, میدادی ماره اسم داریوش اومد و خب ایشون چندین پرونده رسانه ای داشتن یکی از اونها مربوط میشد به زمان دستگیری یعنی اولین دستگیری داریوش و خب اتفاقات شایعاتی که به حال پشت ماجرای دستگیری بود شما اون زمان به چه شکل این اخبار رو پوشش میدادین چون به حال یه عکسی از داریوش هست با اون شرایط خیلی بحرانی منقل و منقل و شرایط آره که ظاهرا روزنامه اطلاعات در سطح اولش چاپ آره اطلاعات چاپ حالا با توجه به اینکه شما یک رفاقتی هم با داریوش پیدا کرده بودین بله، به واسطه بله. این همکاریایی که صورت گرفته بود شاید اینطور به نظر می رسید که با توجه به اینکه بعدا مشخص شد که این عکس واقعا جعلیه حالا اگر جعلی هم نیست خودتون بفرمایید که ما بیشتر مطلع باشیم از واقعیت ماجرا ولی با توجه به اینکه بعدها گفتن که اون عکس جعلی هستش شما و داریوش رف... بینتون شکراب نشد میونتون رفاقتتون به هم نریخت بعد داریوش از اون یه جا رفاقتش با من به هم ریختش که زمانی بود که اون خانوم شهلا با قول معروف آمد من دقیقا یادم چهار شنبه بود که خانومی اومد دفتر مجله شروع کرد من گفتگو که باش میکردم که باره از داریش تا تونس چیز گفت که به حساب علیهش که این به من قول داده بود و من خواسته با من ازدواج کنه فلان و زندگی من تباه شده و من اسید میرم میپاشم تو صورت این آدم احا. ما مطالب رو نوشتیم و خانم مریم یا خانم شهلا بله خانم مریم یا خانم شهلا مریم مریم, بله. شهلا مریم بله ببخشید من خانم مریم ما گفتیم خب مطلب چیز متوها چهارشنبه ما با این گفتگو کردیم دوشنبه مجله چاپ میشد مطلب و من نوشتم و اینها و ولی برام همچین زیاد چیز نبود. گفتم داره یارو کسی که بخواد اسید به پاچه که نمیاد قبلا خبر کنه که ده. طرفو طرف اوشیار کنه من میخوام بیام اسید به پاچم خیلی همچین راحت گرفتم این مطلب رو داشتیم از این خبرهای زیاد اینها مطلب من تنظیم کردم و دادم برای چاپ داریوشم روزهای جمعه کباره خوردم اونجا جزیره برنامه داشتش شما حساب کن خب چهارشنبه گفتگو شد مجله میخواد دوشنبه چاپ شه جمعه این خانم تصمیم خود بلند میشه با یه دونه آژانس میگیره میره اونجا کباب جزیره هم تنها رو راه نمیدادن آها. حتما یه مرد باید همراهش باشه آها. به آژانسی هم میگه که امشب تو مهمون منی آژانسی هم از خدا خواسته میگه و هم آمدیم و شام هم میخوادیم هم میبینیم هم فعال هم تماشیم آره داریوش م... میاد توی موقع که شروع میکنه به خوندن برنامه اینا رست بود اون موقع توی گلاس مشروب میریختن بعد به خواننده یه تعارف میکردن خواننده مثلا یه لبی خودش میزد دوباره گلاس رو پس میداری مرسوم بودش توی کاباره ها هم. این خانم اسید با خودش همراه میبره بعد چرا اون راننده بیخبر از همه جا و فلان ها نشسته بود اسیده هم میریزه توی اون مشروب و البته داریوش میشناخته این خانم ها خیلی وقت میرفته حالا واقعیت چون با توجه به اینکه شما با اون خانم مصاحبم داشتین اون خانم اصلا حرف حسابش چی بود یعنی واقعا این وعده وعیدا داده شده بود یعنی خانم اون روحی روانی سالم نمیبینمش برای اینکه شوهر خلبانی داشت چهار تا بچه داشت با همه اینها عاشق داریوش شده بود خاطر خاطر شده بود حالا اون یه بخش قضیه است یعنی یه بخش قضیه عشق این خانم به داریوش است به عنوان یه خواننده این خانم اومده بوده به شما گفته بوده که داریوش هم به من وعده وعیدایی داده آره حالا اون وعده وعیدا بعد از اینکه حالا شما یه مقدار بیشتر کنکاش کردین اون وعده وعیدا واقعا بوده یعنی داریوش بهشون وعده وعیدی داده بود یا خیر نه داریوش موقعی که باش صحبت میکنی نه داریوش همه خواننا میگن ما آدم‌هایی که میان سراغمون اسال لطف و محبت می‌کنن نمی‌تونیم خودمون رو بگیریم اون چه ناچاریم که یه ملایمتی نشون بدیم لبخندی بزنیم حتی شما اگر یک من برم بغل دست یه خاننده میام با قیافه تند و خشن وایسه بغل دست من نه. ولی ناچاری یه دستم بندازه مثلا تو گردن من یه بان. تو دوربینم بخنده که من خوشحالم با تو دارم عکس میگیرم <applause> این هنرمند هم از موقع یه خانومی میاد پیشش به هر حال حتما آخه ببینید اون یه به یه دیدار و دو دیدار محدود نشده بوده یعنی ظاهرا این خانم به صورت مداوم در به منزل داریوش میرفته که داریوش برنامه داشته سعی میکرده بره بعدامهاش رو ببینه خودش تو خاطراتش خیلی صحبت میکنه که من آشا این صدا اصلا یه لحظه تو خونه قطع نمیکردم همش صفحاتش رو گوش میکردم حالا عشق ما نشدیم نمیدونم شاید یه حالتهایی پیدا میشه که اون خانم بهتر میدونه در آدم چه وضعیتی ایجاد میشه در اون آدم چون میدونید یه موقع هست ممکنه که البته من اینو تایید نمیکنم این رو از قول خودم نمیخوام بگم چون میدونم داریوش طرفدار زیاد داره ممکنه که سوء برداشت و سوء تفاهم پیش بیاد ولی یه زمانی هستش که ممکنه واقعا از طرف یک هنرمند نسبت به فردی که حالا به عنوان یک طرفدار بهش نزدیک میشه ممکنه یه احساس مثبتی هم در اون هنرمند شکل گرفته باشه حالا ما نمیخوایم نگاه منفی داشته باشیم بله. بل. میخوام ببینم در این کیس به خصوص که شما حالا بررسیش هم کردین و بر حال داخلش هم بودین این علاقه این حس کردین که این علاقه مندی دو طرفه بوده یعنی مثلا داریوش هم نه. یه ما اولا ممکنه این دوتاره که هیچ وقت رو هم ندیدم م. که اصلا داریوش موقعی که من باید صحبت کردم البته من این صحبت رو تموم کنم ماجرا بعد جمعه این خانم آژانس رو میگیره میره اونجا و داریوش هم برنامه اون خب میشناخته اینا به حساب جفاعت قبلیده بوده گلاس رو... ها میز قبلا هم میز جلو رو رزرو کرده بوده اه، این خانم چون میز باید قبلا چون نزدیک سن بوده من. میاد این گلاس رو که اسید داخلش بوده به داریش میده داریش موقع که میاد اینطوری بگیره این میپاچه احا. خوشبختانه داریش صورتش اینجوری میکنه از قسمت گلوب پایینش خب چرا سوختگی میشه احا. که یکی از کارهای قشنگی که اعضای ارکس میکنن دا... وسط جزیره آب بوده دیگه داریش رو میندازنش توی دریاچه احا. که خود اسید میگن موقع که آب قاطی, قاطی بشه مداد دیگه نمیره به قلب و اینجا برسه فقط همین پوست رو رو جوش مونده بود ای که بعد میرزن و بالاخره خانم میگیرن و این گوزا... بعد به من یه خود زنگ زدن جمعه بود آقای اعتمادی بود زنگ زدن گفت آقا میدونی چی شده گفت این خانمه که اومده با شما گفتگو کرده جمعه رفته اصیل کارش رو انجام داده وای ما رو میگی بعد داریوش حقم داشت از من گل من بشه بعد ب... من بعد رفتیم بیمارستان سوانه و سوختگی برای مالجه من رفتم باش گفته بود کنم گفته بود راش آقای اگه فلانیه نیاد نمیخوام ببینمش ما رو میشه گفته بود که مرد حسابی تو مثلا میدونستی یه خانومی میخواد بیاد امروز آن اسید بپاچه چهارشنبه با تو صحبت کرده نیمدی یه زنگ به من میزدی من حواسم جمع باشه من البته بهش حق میدم یعنی دیدم که منطور من انقدر این کار شپاه جدی آره جدی نگرفته بودم به این بابا تلفن نزدم همیشه خودم هم دونستم گفتم که راست میگیم باید خب یه تلفن میزدم کنم دادش یه همچین خبریه یه خانمو میشناخت دیگه مثلا عکسش هم بعد حال میگفتم اینه مثلا یه هم چیزی بعد حال داریوش گفتید با اون قراره این که این ماجرا باعث شد مدت ها دیگه بادو تعویل نگرفت اه. و ما چون به شهر میدم منتا خب بعد رفت رجوع شد و این خانم رفت زندانی شد اه. شش ماه زندان بود بعد جلساتی داره که داریوش میره برای مص... چیز به حساب دادستانی و اینا بسیار شکایت و این چیزها که من خودم هم تو اون رفتم باهاش توی دادستانی به عنوان شهود و فلان اینا حضور داشتم و به قول معروف خضیه البته گذشت و بعد دیگه دادش و دلش در اومد دوباره رابط همون با هم دیگه خوب شدش آها بعد اون خانوم بعد از اینکه از زندان در اومد رفت از شوهره طلاق گرفت بچه ها رفتن از او او. چهار تا بچه ها شوهره طلاقش داد اصلا ام. طلاق داد و اونام چیز شد خانوادش جد شد کارش کشیده شد به گل فروشی تو دروند یعنی بعد ها من دیدم که یه گل گرفته جلو ماشینا ام. تو دروند گل میفروخ مدت که بعد هم دیگه بی بیخبر شدم که نفهمیدم کارش چی شده اینا درست الانم که خب چل پنجا سال گذشته از اون قضایی ب. میرسیم به اون مقطعی که داریوش به زندان افتاده بود زمانی که اولین بار داریوش زندان افتاد میدونم که توی این وقتی که چنین اتفاقاتی میفته و حالا جنبه تا اندازه جنبه سیاسی امنیتی هم ممکنه پیدا بکنه معمولا رسانه ها دوچار یک چندگانگی میشن اینکه به چه شکل بخوان موضوع رو پوشش بدن بله همونطور که حالا پیشتر خدمتون ارز کردم خب روزنامه اطلاعات اومد یک عکسی رو منتشر کرد اول نگاهتون رو نسبت به اون عکس بگید که میزان واقعیت بودن اون عکس رو چگونه ارزیابی میکنید؟ اونا سفارشی بود یعنی اه. داده میشد به روزنامه آها. حتی شما نگاه کنیم مثلا ده تا مجله یا روزنامه میبینید همون عکس چاپ شده آها. و این نشون میده که این عکس از بالا داده شده آقا اینو با این انقدر خبر راجع به این چاپ کنم اون دستوریه یعنی بله. م... کار خود نشریه و مجله نیست اصولاً مط... اصولا مطالبی که سیاسی هست یا خط قرمزه اون از بالا دیکته میشه آره دیکته میشه در این حد آره اون زمان ها اسم خوبی داره اسم اون آقایی که میومد قبل از چاب روزنامه ها رو میدید محرم علی خان میگفتن بهش برد. محرم علی خان بود که کارش نظارت بود روزنامه ها رو بیاد ببینه و آقا این باید چاپ بشه این نباید چاپ بشه درست. یکی از اتفاقاتی که بین کیهان و اطلاعات پیش اومد و یه موقعی خب شما اگر یادتون باشه اطلاعات رو میگفتن اطلاعات اطلاعات بعد یادم گفت یه کیهان بده مثلا یعنی اطلاعات به عنوان فروش نشریه و همه میگفت اطلاعاتی ها اومد اگر که مثلا یادم کیهان هم زیر بغلش بود حالا علت که افتاد این ماجرای من یادمه که سالی که اطلاعات خب تیراجش خیلی جلوتر از کیهان بود زمانی روزنامه قدیمی تر بود دانشجو درگیر شدن تو دانشگاه و فلان اینا بلند شدن اومدن روزنامه اطلاعات سری نماینده های دانشجو بل. که حرفاشونو رو بزنن یه آقای بود که رئیس حساب تشریفات و مشاور آقای محسودی بود اسمش الان یادم نیست ایشون اجازه نداد با اینا بیان اینا از اطلاعات رفتن کیهان <applause> بله که تحویلشون گرفت و حسابی پذیرایی و خبرشون هم کامل گذاشت آقا فرداش <applause> توسط دانشجوها اطلاع تحریم شد <applause> عجب. آره این تحریم اطلاعات دیگه ادامه پیدا کرد همچنان تیراژش اومد با اینو و کیهان خودشو <applause> شو شو کشی داره. چون دانشجو دنبال کارش مسئله اینه که یکی از چیزهایی بود که ما اون زمان اونجا بودیم به قول مروف بچا بس خودتون پیگیر قضیه داریو شده بودین که مثلا حال حالا الان تو زندانه یا برید مثلا با مراکزی که لازم هست مذاکره کنید که با قول داستان شما ما به قول معروف خبر چهره انقدر بود خبر اونقدر زیاد بود که خودمون وقف یه چیزی مگر اینکه یه خبری باشه که پی منی باید ادامه داشته باشه باید. اونو میگفتیم خب ما حتی مثلا برای شماره های جلدمون یه سیاستی داشتیم یک شنبه جلسه شورای سردبیری بود که خود آیت بود و, و آی و من و یک دو تا دیگه بچه های نویسنده های صفحات دیگه می گفتیم که مثلا الان سال عصبه مثلا خب ما رو جلد رو چیکار کنیم که مناسبتی با اون عصب نشون داده بشه یادمه یک سالی اینا به خاطره بدی نیست گفته بشه سال عصب بود ما گفتیم که خب اگر بتونیم یه اصل سال 57 بود دیگه 2537 سال از بود دیگه آره دیگه یعنی قبل از انقلاب بله بله, بله آره نوروز 57 آره نوروز 57 گفتیم که اگر بتونیم یه اصل بیاریم تو آتلیه چند تا چهره معروف هم با اینا بگذاریمشون مثلا دور اصل خوبه آقای رفیزاده یکی از همکارانمون که هنوز هم باش ادامه داره دوستیمون ایشون خونش دروند بود گفتش که باشه اصف من میتونم بیارم آقای مصطفى کابیانی یه اکاس دیگه ما خدا بیامرز فوت شده یه آتولیه داشتش آتولیه اکاسی مید... سر خوش و هاشمی عکاسی به نام خودش بودش ما گفتیم که مصطفى ما یه در رو دعوت میکنیم آقا هشت تا چهره معروف و ما گفتیم که بیایید بخوایم عکس رو جلد عید بگیریم لیلا فروهر بود، چهره بود، نمیدونم خیلی بود، عارف بودش چهرههای من، حد دقیقا من یا گیتی ساعت چی بودش هشتا چهره رو ما دعوت کردیم، اومدن و آقا اینا تو آتولیه منتظر شدن، ما هایی دیدیم که اسب نرسید به حساب حالا دو موبایل و اینام نبود که ما زنگ بزنیم بگیم که چی شد بالاخره بعد یک دو ساعت ما اینا رو سرگرم کردیم نگرشون داشتیم دیدیم که آقای رفیزاده با اسب بان آقای اسب هم این سه تا پله داشت فهم. ما هر کاری میکردیم این اسب از پله های بیاد بالا نمیم بالاخره با زور دادن و هل دادن و اینا اسب بدبخ و پروژکتار میخواد روشن شه فلان اینا اینو چیز کردیم اسب رو گذاشتیم اون و خواننده ها و اینام دورش عکس رو گرفتیم و عکس رو جل چاپ کردیم و اینها هست مجلش هست ها. بعد که مجله چاپ شد دیدیم که تلفن به صدا در اومد چیه؟ بفرمایید فلان آقا امسال سال رو بگفتیم بله چطور گفت شما قاطر گذاشتی <تصفح> نگو این قاطر آورده بود جای از و اگر اسب بود ما بعدها فهمیدیم به هیچ عنوان نمیتونست بیاد اونجا این قاطر بوده بیچاره که حالا با حال و مول قاطرهای امام صدر چیزی چیز که میرن فشم و اینا دربند یه دونه از اون قاطرها ها شده بود با خودش این هم یه خاطره بود که همه چه صحبت یادمون میاد که یا مثلا سالی بود سال نهنگ بود بله. ما گفتیم خب امسال نهنگ رو کنیم اینا آقای خاکدان دکوراتور معروف سینما ایران بله. از اون دعوت کردیم که یه نهنگ برامون بسازه دکورشو اه. در استودیو اصل طلایی آقای خاکدان این نهنگ رو ساخت ما هم عارف و ستار و دو تا چهره های دیگه رو هم بودیم تو شما حساب می دیدم یه عکس دیدم آره نهنگ بزرگ که چهار تا پنج تا چهره تونستن تو دهن این بلد. اصلا جا بشن بلد. یا مثلا این بود یا مثلا سال مثلا باز شدن مدارس بود اول مهر بلد. مثلا گوگوشو می میگفتیم بیا داری کیف بچه تو مثلا کامبیز مثلا میخواد بره مدرسه چیز کنید روز پرستار همینطور دو تا پرستار هم مز... هست یعنی به مناسبت های سال ما سعی میکردیم رو جلدمون رو ارتباط بدیم حالا با توجه به اینکه من دوست دارم از این فرصت نهایت استفاده رو ببرم و سوالاتم رو بپرسم دوباره برگردیم یه مقدار به عقبتر و ماجره طلاق خانم گوگوش و آقای قربانی یک کتابی رو میخوندم در ارتباط با زندگی نام خانم گوگوش که در بخشهایی از اون کتاب اشاره میشه به به هر حال مجله جوانان و مطالبی که در اون زمان چاپ کرده یکی از اون مطالب اینه که مجله جوانان ادعا میکنه در اون روزگار که ما ترین آرشیو رو در ارتباط با پرونده جدایی گوگوش و محمود قربانی داریم و حتی از اون هم جلوتر میره و میگه یکی از مستندات ما نوارهای کاستی از مکالمات خصوصی این دو نفر با هم دیگه من میخوام ازتون خواهش بکنم یه مقدار راجع به جمعوری این مستندات هم برای من و همینطور مخاطبین برنامه دو محبت بفرمایید صحبت بکنید کسی این کاست ها به چه شکل جمعوری میشده چگونه به دستتون میرسید من والا حقیقتش نمیدونم حالا شما تو خود جوانان نخونده خونده باشید ظاهرا این بریده ای از مطلب جوانان در همون روزگار بوده نه. که در یعنی این کتاب که مکالمه مونتش. گوگوش و محمود آره با... اشاره این بوده که مکالمه حتی, مو... حتی نواره یعنی اشاره کتاب اینه نه حتی نوار کاست مکالمات خصوصی محمود قربانی و گوگوش هم در اختیار ماست من تا اینجا که الان چیز به قول معروف چیزی یادم نمیاد آه. که نوار این مکالمات جدا. ولی خود محمود خب خیلی جا مثلا صحبت کرده یا الان که اون طرف آب از جدایی خودش و یه مقدار گوگوش شما خب میدونی که مثلا با داریوش هم گفتن که مثلا بوده با بهرز و بوده نمیدونم همینطور ارتباط گوگوش و داریوش چون برحال درسته که در یه دوره اینا به حالا رابطه دوستانه و صمیمانه ای داشتن و حتی آثار همدیگر رو هم خونده بودن بله گفته میشد که قرار اینا در یک فیلمی مشترکاً با هم حضور داشته باشن که خب ظاهرا به انقلاب خورد و اون فیلم هرگز ساخته بله. نشد جدای از اون ماجرا عکس های خصوصی هم منتشر شده که حالا بعضا ممکنه در فضای مجازی هم دیده بشه که مثلا در یک منزلی هستن در یک مهمانی خیلی خصوصی یعنی مشخصه که تعداد افراد خیلی محدود هستن که حالا نوع نشست و برخواست اینا با هم دیگه به شکلیه که این برداشت از اون عکس ها میشده که حداقل توی اون تایم خاص ممکنه یک روابط عاطفی شکل گرفته حالا با توجه به اینکه شما با هر دوی این دو عزیز دوست بودین و باشون مصاحبه داشتین برداشتتون چی بود مثل آقای بهروز وسوقی که حالا تمایلی به بیان و اعلام نداشتن اونا هم همینطور بوده ولی, بوده... من یادمه که گوش یه بار به من گفت گفت من با چه این زخمای سینه داریوشو مثلا پانسمان میکردم آها یعنی مثلا تا این حد حتما نشون میده خب با هم بودن, بوده. که این بل. اینو مثلا من خود گوش یادمه که گفت من این سختگی های سینش و اینا رو خودم مثلا پانسمان تو خونه میکرد. پانسمان میکردم می چه حالتی پس رابطه دوستانه و خیلی سمیمانه ای رو سمیمانه میشه گفتش بله. که بله خب شما ببینید مثلا یه بازیگر یا یه خاننده هم که هم خاننده بودن هم بازیگر به قول معروف یا هم میرن مثلا یه سفر شمال یه سفر ترکیه برد. سفر نمیدونم اسپانیا مثلا خود خانم پوری شما نگاه کن مثلا چقدر سفرا این و اون ور میرن اه. خب اینا خواه نخواه براشون چیز پیش میاد دیگه یعنی با هم باید بشینن بلنشن نمیدونم گردش برن عکسای پیدا خواهد شد که اینا مثلا با هم دیگه لب آب این میشه اون هم اونا رو چسبون شایعش کرد نمیدونم اه. ارتباط داد اون دیگه خدا میدونه و خود اونها در خلوتشون چی گذشته درسته همینطور بعدم میگم واقعا آدم ممکنه یه موقعی چیزی که صد درصد اطمینان نداره بیان کنه و این به نظر من کار اخلاقی نیست این من آخرین سوالم رو در ارتباط با فعالیت مطبوعاتیتون در قبل از انقلاب میخوام بپرسم و بعد وارد فضای انقلاب و حالا اتفاقاتی که بعد از انقلاب برای شما در مؤسسه اطلاعات افتاد بشید. من عرض کردم که من تا سال 59 نه حالا اجازه بدید میرسیم بهش آها. من سوالم رو اول سال مربوط به فعالیتتون در قبل از انقلاب رو بپرسم ماجرایی هم برای آقای ویگن پیش اومده بود آها. که خب حالا گفته میشد که با یکی از برادران شاهیشون درگیری براشون پیش اومده و در نهایت ایشون ایران رو ترک کردن برای چند سالی و مجدد بله، بله. برگشتن مجله جوانان به این درگیری تا چه اندازه ای پرداخت و اصولا شما ماهیت این درگیری رو چگونه میدیدید؟ والا ماجرا از اینجا به صبح شروع شد که یعنی گفته شد که خب برنامه داشت ویگن توی چیز قول معروف بعد که برنامهش تموم میشه میاد به حساب سر میز میشینه خب یک دوستا خانمایی که به حساب میشناختنش به. حالا بستگان یا هم علاقه مندانش بودن دور میز اینا همون روزی که این شاهپور هام حضور داشته توی مراسم یکی این شاهپور خیلی اهل به حساب مشروب و سرش که گرم میشه یکی ای این خانمایی که سر میز ویگن بوده به گارسانه میگه که برو اون خانم بگو بیا سر میز من این گارسون میره اون خانمو میگه میگه فلانی خواسته به ویگن برمه. ویگن واقعا یه اخلاقی داشتش که چون من یه بارم که منزلشون بودم با یک آهنگساز حرفش شد اصلا همه چیز رو به هم میریخت از اون تونتر کارو برقدرش بود که باید. کارو که اصلا شاهکار بود اصلا در این زمینه من یادم یه گفتگو یه داشتم با کارو در یه رستوران نشسته بودیم میشناختنشم کارو چیز برد. اونجا بود داشتم با کارو گفتگو میکردم اینا به یه صحبت هم عوض شد ولی میخوام روحی این دوتا برادر بگم اینها طرف چیزو بود. چیز بود باشقاب چی سرویس که چین جلوی ما کارو نگاه کرد دیدش که که خود کسیف بود شاروخ چیزه رو صدای که بیا بشقابا پنجره پت کرد بیرون اوه. آره یعنی یه همچین چیزی بوده و ویگنم مثلا میگفتن خو... حتی من یادمه که سینمای دنیا یادتونه کوچه الان سر مخبر دوله بل بل. اه... یه کوچه هستش که الان اونجا یه سینما دنیا بود که دو هزار تا سال چیز داشت. داشت. آره الان البته کوبیدنش شده همش بافندگی و نمیدونم انبار و این چیزا ما حتی جشنای مجله اطلاعات بانوان رو اونجا میذاشته سینما دنیا بودش بعد یه جشن مال همین مجل... روزنامه اطلاعات بود اونجا بود سیامک پورزند بله بله. چیز میکرد ادارش میکرد سیامک پورزند من یادمه که قرار بود ویگنم اونجا بیاد بخونه حساب همم هم خب تا هم پر میشه سوای جمع هم برنامه رو میذاشتیم بعد ویگن دیر کرد این پرزنت های اومد گفت فلان میاد آقای ویگن تا چند دقیقه دست دقیقه دیگه پنج دقیقه پیداشون میشه بعد ویگن دیگه این مثل زمان خیلی گذشت پرزند عصبانی اومد گفتش که این آقای ویگن که از بغل ما و مطبوعات و اینا شهرت پیدا پیدا کرده دیشب خبرش رو داریم که مست بود و لایقل و صبحم خواب مونده و نتونسته بیاد یعنی اینجوری بودش که این چیزا به برادر یه مقدار خوب تند بودن دیگه هم حتی مثلا بهروز هم تو خاطراتش هست مثلا رفته بودن فیلم برداری عروس دریا بود نام چوده مثلا شمال خیلی سفارش میکنن به بهروز با این رفتی بیرون نظر مشروب بخوره تا چه مواظبش باش کم چون اگر میخواد یه کار فیلم برداری دارم لطمه میخواد بهش درست. حالا سوال شما چی بود من میخواد؟ سوال در ارتباط با اون بحث برخورد آقای ویگن با یکی از شاپورها که فرمودید که اون شاپور به گارسون گفته بوده آها. که یکی از اون خانمه رو ایشون بعد خب بعد میخواده خواستم میگم که اخلاقش چیز بوده میگه که خانم چون میگه شاپور میگه شاپور باشه هر کی میخواد باشه بعد اون بسکی شاپ یک کسی رو میفرسته این خانوم ها رو با زور میخوام ببرن و دست به یخه میشه ویگن دست به یخه میشه اینطور که نوشتن رو گفتن میزنه به ویگن یه نالا چک میزنه چیکار میکنه بعدم فرار میکنه از تو اونجا میره و که چند وقتی نبود خبر رو ها نوشتن که این اتفاق افتاد و ویگن فعلا قیبش زده جای مخفی شده پیداش نیستش اینا نه. مدتی ای سوژه بود و ویگن هم نبود و اونجا هم دیگه از اون شب پیداش نشد که بعد شما دسترسی نداشتید اون موقع نه دیگه ما دسترسی بهش نداشتیم و گذشت مدت گذشت که ویگن یهو ما دیدیم که آگهی شد توی همون کاباره که بیگن پس از مدت ها قیبت و فلان نبودن و مخفی بودن اینا از امشب در کابار فلان برنامه اجرا میکنه که خیلی ها گفتن که پس این یه مقدار چیز بوده به حساب آگهی بوده که برای کاباره تبلیغ بوده در تبلیغ که مردم همه راغب بشن که اسم ویگن رو که در اینجا برنامه داره این اتفاق هم افتاده اینا حالا نمیدونم چون ما حضور نداشتیم اونجا ببینیم واقعا این زده نزده ما مسئله چی بوده به هر حال بود و به حال معروف گذشت میرسیم به مقطعی <مختلقی> که به هر حال در آستانه انقلاب قرار میگیریم روزنامه اطلاعات و روزنامه کیهان دو روزنامه مرجعی هستند که خب مردم بهشون رجوع میکردن از طرفی میخوام بدونم که فعالیت شما که حالا بیشتر در جوانان کار میکردیم و بهتر مخاطبین ما هم بدونن که مجله جوانان به نوعی میشه گفت یکی از زیر مجموعه های روزنامه اطلاعات محسوب میشه در اون دوره آره شما که توی مجله جوانان کار میکردی توی اون مقطع کارتون به وقفه خورد یا اینکه نه شما به صورت روتین حالا با هنرمندان مصاحبهاتون رو ادامه میدادی از نظر یعنی مثلا حال وقتی که شلوقی ها آغاز شد و شرایط رسانه ها به سمت و سوی رفت که بیشتر پوشش حالا تظاهرات مردم رو میدادن یا صحبت که از جانب مثلا سران انقلابی خب داشت اعلام شد وضعیت جوانان به کجا انجام جوانان خب بیشتر ج... هنری داشتن یعنی اکسای دو جل یا اکسای وسط صفحه پوستر پستر میذاشتیم اینا خانه ها خب سینما برای مدتی تعطیل شد اصلا هنر بره. به طور کلی ما خود من خب تا سال مثلا 57 هفت چیز شد انقلاب شد تا 59 هم هنوز جوانان بچه های قدیم جوانان حضور داشتیم و سعد خودش بود بله. ماها بودیم همه این افتاد و مثلا من خودم با احمد مدنی مثلا گفتگو کردم شهدایی که به قول معروف در محلات و خیابون ها و اینا بودن میرفتیم با پدر مادرشون گفته یعنی کلا سخت کار تغییر, کرد اون موقع عکس خانم گوگوش رو فلان بعد شد عکس روحانیون تو جلد, رو جلد و داخل و اینا گفتگو مثلا با آقای طالقانی و چهره های به حساب حالا مملکتی و اینا بلد. گفتگو داشتیم و ادامه دادیم من البته تا حدود نه بودم که آقای دایو اومد و خیلی جالبه که بعدش در روزنامه رسالت حالا قبل از اینکه از رسالت بگین مشکل آقای دعایی با امثال شما چی بود؟ چون یه تیف خیلی زیادی از روزنامه اطلاعات جدا شدن بله و ضمن اینکه این تیفی که جدا شدن از صاحب نظران و اهل قلم بودن یعنی افرادی بودن که اصولا روزنامه اطلاعات بشه به, به نوعی تحت سیطره دقیقا. ای اینا فعالیت دقیقا. دقیقا من خودم فکر میکنم که مثلا ما چهار پنج نفر با هم بودیم که یک دفعه نامه ای از کارگزینی برامون اومد آقای فلانی چیز ضمن تشکر از خدمات صادقانه شما در طول خدمت نظر به ماده فلان و فلان زائد تشخیص داده شدید عزب. باره عین همین نام یادم فکر کنم نامشم نگه داشته باشم زاید تشکیل شده خواهشمان دست به کارگزینی مراجعه و تصویر حساب نمایید یا چیزی اصلا هرگز شما تصمیم گرفتین توی اون مقطع یا سالهای بعد راجع این موضوع با خود آقای دعایی صحبت بکنید که اصلا من آقای دعایی رو این اواخر که یعنی قبل از کرونا بود جا آقای دعایی بیشتر در مجالس رو میدونید که الان نماز هنرمندا هنرمندار میخونه برای همه بره. جشنی بود مال تهیه کننده ها بود در هتل انقلاب منم بودم آقای دعایی هم اکثرا این جشن ها حضور داره اینا بره. با یکی از کارمندهای خود روزنامه اطلاعات خیلی نزدیکه با آقای دایی سر میزشون نشسته بودیم نهار میخوردیم شام ببخشید ایشون همچنان شما رو نه اصلا نمیشناخت اصلا نمیشناخ. سر میز گفتم که آقای دایی من فلانی و شما یادتونه موقعی که بعد از انقلاب اومدید روزنامه اطلاعات و مدیریت شو گرفتید رفتید در تا... در سالن آنفیتاعت روزنامه سخنرانی کردید گفتید که من از شما خواهش میکنم همونطوری که تا حالا اینجا رو خونه خودتون میدونستید و با صفا و صمیمیت کار کردید بعد از این هم شما مشغول کارتون باشید من کاری به این ندارم که بعد از ساعت کارش کجا میره چیکار میکنه فقط میخوام این مؤسسه رو در حفظش بکشید اینا و بعد مدتی هم که یه نامان به ما داده شد که زاید تشخیص داده شدی فالا اینا شدم به حرفی نداشت بزنه یه نگاهی به ما کرد و گفتیم که همین من تو دلم بود خواستم بگم آره